خانومه. در این موضوع من بالا بیرسن که در مورد مثلا درس چند ها موضوعش نه اشاره دارم خب فرمیان فقط یه سلام می دنیا خب دانش آموزان قاره نهان زاره
آقا دارم مزرگیت میکنم ها زاره زاره نیستش ها شکیبایی شکیبایی سید رضا شکیبایی خب نیستش خسرو بله را پای عرب از این زده خسرو عوضی خسرو خسرو فاتحی رضا رضا فاتحی فاتحی موسوی سید مهدی سید مهدی موسوی هوشیار 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 آره فاتحی آره هوشیار پولادی پولادی اقتداری چراوی چراوی ماورایی چراوی چراوی نیستش کیارش کیارش آقیزاده حافظ خو امیر حسین حافظ خو حافظ خو اسامه خواجه 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 دیوان مولا حسین رضایی آلو 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 روستا آلو روستا غیبت روستا صالحی علی صالحی عمرانی مهدی مهدی عمرانی عمرانی طلب رضا رضا فروغی امیر حسین فروغی 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 مشتاوی ناصر ناصر مشتاوی ناصر مشتاوی و نوشادی 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 زاکیری ورپس زاکیری زاکیری خب زاکیری شما هم جلسه قبل غیبت بودید حواست باشه دیگه غیبت نداشته باشه نوشادی آره خب خب اول یکی چند ساعت شکل باید بردن باید سر ساعت باشه واسط باشه دیگه حضوریات کردم آخر کار دوباره یه حضوریات میکنم کسی که اومدن با تأخیر برای شما حاضر میزنم اشکال نداره اونش اشکال نداره باشه خب دیگه گوش کنید حواستون اینجا باشه اول هر دانش آموزی که میگم هر کی که میگم اینجا جواب من رو میده دیگه کسی چیزی نگه ها فقط هر کی که میگم بگه خب آلو آلو احمد رضایی خب الان هم صدا بهتر شد ها آلو احمد رضایی آلو آلو بگی فقط هستش خب ساختمان آلو ببینیم ساختمان شخصیت ما
چگونه ساخته می شود؟ می نویسم ساختمان شخصیت ما چگونه ساخته می شود؟ آیا بگو؟ ساختمان شخصیت ما چگونه ساخته می شود؟ بگو آیا؟ آریو نه آریو آریو میگه ساختمان شخصیت ما چگونه ساخته میشه؟ درس قبل من بود اول این مورد کنیم بعد بیم سراغه نه بینی سراغ آریو برام بگو برام نه آریو میگه خب بلد نیست آریو نوشادی میگه نوشادی اشکال نداره بعدا دوباره یک روز دیگه از سال میکنم بعد عواصل پاشه بکنی دیگه نوشادی بگیم بگیم ساختمان شخصیت ما چجوری ساخته میشه آیا تو دانش آموزی نبودی که درس رو بخونی ها عواصل پاشه اینا را اصال نوشادی آفرین با اخلاق ما رفتار ما کردار ما که یه مراحل زندگیمون ساخته میشه مثل یه بنا مثل یه ساختمون که با قولن با گچ و سنگ و بلوک و سیمان و چیزا ساخته میشه ساختمان شخصیت ما هم با اخلاق و مرفتار و مکردارمون ساخته میشه خب نوشادی دوباره یه سال دیگه حاضر بکنم که برای نوبه مصبت بذارم نوشادی بگو بینم بهترین الگو برای ما بهترین الگو برای ما برای ساختن شخصیت ما کیا هستن بهترین الگو کیا هستن الگوی مناسب کیا هستن؟ بگو بهترین الگو برای این که ما شخصیتمون درست حسابی بسازیم نه خود نوشادی بگه نه پدر مادر معلم خوب پیامبر چیزی که کتابتون عنوان کرده ما گفتیم پدر مادر دوست همه اینا میتونه به عنوان یه الگو برای ما باشه ولی چیزی که کتابتون مشخص کرده پرنیان بگو پرنیان بگو بگو بینم پرنیان پرنیان انسانهای مومن خب دیگه پیامبران نه هر کسی که گفتم کسی دیگه چیزی نمیگه نوشادی خودش نه نگاه کنید بچه ها همه چیزایی که گفتید گوش کن دیگه خودم میام بگم که دیگه اشکان نجو اشکان در سمت نیواردان نباید بگیم همه چیزایی که گفتید درسته میتونن به عنوان الگوی ما الگوی رفتاری ما الگوی گفتاری ما الگوی کرداری ما باشن ولی اون چیزی که به عنوان الگوی اصلی ما مطرح هست و دین ما برای اون مطرح کرده پیامبران و امامان هستن که میتونن برای همیشه به عنوان الگوی ما در رفتار ما که دار ما زندگی اجتماعی ما زندگی فرهنگی ما زندگی اقتصادی ما در مراحل مختلف زندگی به عنوان الگو و اسوه ما باشه خب کیارش کیارش عزیزاده کیارش 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 آقا بگو یه ویژگی از پیامبران که کتاب اونزه کرده تسلیم در برابر امر خداست درسته تسلیم در برابر امر خداست یه نمونهش خیلی کوتاه بریم آقا بگو یه نمونه ای که پیامبران در برابر امر خدا تسلیم بودن خیلی کودا برای ما بگوش آره مثبت نصف نیمه اصلا آره کیارش بگو یه نمونه از تسلیم بودن در برابر امر خدا که پیامبران تسلیم بودن
نه نه هیچ کس نگه. کیارش گفتم. کیارش میگه. کیارش خداوند حضرت ابراهیم دستور داد که زن فرزندشو به مکه که یه سرزمین چی بود؟ بی آب و علف بود بیاد. آفره کیارش. خب زاکری، ابوالفضل زاکری، ابوالفضل زاکری، زاکری. اگه دو بار اسم یکی بگم که جواب نده دیگه به عنوان کسی هست که نتونسته جواب بده نمره منفی میگیره. اسم دیگه میگم سری باید جواب بده. ابوالفضل یه نمونه دیگه بگو از تسلیم بودن پیامبران در برابر امر خدا. یه نمونه کیارش گفت، یه نمونه هم شما بگید. یه نمونه از تسلیم بودن پیامبران در برابر فرمان خدا، امر خدا. اول باز ببینم. نه اول باز زاکری. نه ابوالفضل زاکری گفتیم. بلد نیستی ها؟ حضرت موسی دستور داد که فرعون بره و از اونو به نیسته آفره. به حضرت موسی دستور داد که فرعونو به سمت فرعون بره، به فرعونو به دین خودش دعوت بکنه، به بنی اسرائیل هم کلن آزاد کنه یا نجات بده. خب سوال بعدی، پرنیان. پرنیان بگو بینم. پرنیان مردم پس از دریافت دین خدا چند گروه میشن؟ مردم پس از دریافت دین خدا چند گروه میشن؟ اون دو تا گروه خیلی خلاصه بگو چند گروه میشن و خلاصه بگو ببینیم چه خصوصیاتی دارن. نه مردم پرنیان گوش کن، پرنیان گوش کن. مردم پس از دریافت دین خدا به چند گروه تقسیم میشن؟ چجوری میشن؟ چه کار میکنن؟ وقتی که پیامبران دین خدا رو برای مردم میارن چه برخوردی میکنن؟ وسایل لحظه بذار این خودش چی میگه. آفرین، یه گروهی دعوت پیامبران را قبول میکنن و چی میشه؟ گروه دیگر، گروه دیگر دعوت پیامبران را قبول نمیکنند و برخلاف اون جهت هم حرکت میکنند. نه اینکه نمیپذیرن، برخلاف اون جهت هم حرکت میکنند. مهدی عمرانی، مهدی عمرانی، مهدی، مهدی عمرانی، مهدی عمرانی بگو بینم. عموی حضرت ابراهیم چه نام داشت؟ عموی حضرت ابراهیم چه نام داشت؟ مهدی بگو بینم. نه عمرانی گفتم، عمرانی. عموی حضرت ابراهیم چه نام داشت؟
نظم کلاس داشته باشیم، کسی صحبت نکنه دیگه. مهدی عمرانی، عموی حضرت ابراهیم چه نام داشت؟ صالحی علی. صالحی علی بگو آقا، علی بگو. عموی حضرت ابراهیم چه نام داشت؟ علی بگو. عموی حضرت ابراهیم چه نام داشت؟ نه، علی صالحی. خب این سوالی بود که سریع تر بدون گفته بودم، گفته بود اگه کسی هم سوال بلد نیست سوال جوابش پیدا نکرد بهم پیام بده، بهم زنگ بزن تا با کمک همدیگه پیدا کنیم. بعضیتون اصلا نگاه به سوالات نکردیم. اشکان اکبرزاده ببینم، عموی حضرت ابراهیم چه نام داشت؟ آذر. آفرین. آیا دعوت حضرت ابراهیم را پذیرفت؟ اشکان؟ نه. آفرین اشکان. اشکان دوباره جواب بده. تابوت زمان حضرت ابراهیم کی بود؟ تابوت زمان. آفرین اشکان. این سوالات ما به ترتیب بهتون گفته بودیم که یک بار کتاب کنید سوالات به ترتیب میتونید جواب بدید، برای خودتون مشخص کنید. بعد از اون اصلا نگاه به سوالات و نگاه به کتاب نکردیم. خب بعدا مشخص میشه بعد ببینیم خوب بوده یا نه. اقتداری رضا. اقتداری بگو ببینم، مردم در زمان که حضرت ابراهیم به پیامبری مبعوث شد و مردم رو به رسالت خودش به دین خودش دعوت میکرد، مردم چه چیزایی میپرستیدن؟ بگو رضا. بذار ببینم مردم چه چیزایی می‌پرستیدن؟ نه، اقتداری بذار. خب بت‌های بت درسته. این بت‌ها از چی ساخته شده بود؟ بت‌هایی که می‌پرستیدن؟ بوتا از چی ساخته شده بود؟ از سنگ و چوب. سنگ و چوب. خب دهقان، غلام حسین دهقان. غلام حسین دهقان شما بگو مردم در زمان حضرت موسی چی چیزی می‌پرستیدن؟ در زمان حضرت موسی مردم چی می‌پرستیدن؟ دهقان بگه مردم در زمان حضرت موسی که این بتی که می‌پرستیدن چی بود؟ چی می‌پرستیدن؟ در زمان حضرت موسی مردم چی می‌پرستیدن؟ نه، نوشته بود فقط بود. چی بودیم؟ غلام حسین دهقان گوست. یه گوساله که از طلا و نقره برای خودشون درست کرده بودن.
خب بریم سراغ بحث چهارم. آره، کسایی که جواب دادن مثبت گرفتن، به کسانی که نتونستن هم جواب بدن حواسشون باشه. درس چهارم، خورشید پنهان. خب دیگه گوش کن آقا، بچه اول نگاه بکنید، طبق روان کلاس شما خودتون میدونید، شما کلاس نومیانی که از پارسال میدونید، هر ساعت که اومدیم کلاس اول درس جلسه قبل یا درسای جلسه قبل رو میپرسیم که هم برای شما یادآوری بشه و هم برای دوستانتون و یه زمینه هم باشه برای درس بعدی. از جلسه آینده، حالا فقط مصبتار این جلسه گذاشتیم، از جلسه آینده دیگه واسون باشید کسانی که بلد نیستن منفی باشید، یعنی باید کامل درس رو خونده باشید، آماده بید سر کلاس. متوجه شدیم؟ کسانی که پرسیدیم، کسانی که نپرسیدیم که کارشون نداریم. جلسه بعد نوبت کسانی هست که این جلسه نوبتشون نشده به نوبت. خب خورشید پنهان، خورشید پنهان، درس چهارم، خورشید پنهان. اگه دقت کنین به یادتون باشه، هم در جلسه قبل و هم در سالهای قبل یه پیش زمینه ای از این درس باید در ذهن شما باشه. دیگه صحبت نکن، صحبت نباشه، دیگه صحبت نباشه، گوش کنین آخر از که توضیح دادیم دوباره شما وارد بحث میشه. خب پس این زمینا باید داشته باشیم که خداوند از موقعی که انسان‌ها را آفرید همیشه کسانی را فرستاد تا اونها را به راه راست هدایت بکنه و اینو مرتب شنیدید در جاهای مختلف و در کتاب‌ها هم حتما خوندید که خداوند 124,000 پیامبر رو در طول به دوره خلقت انسان آفرید و فرستاده تا مردم را به کارهای نیک، به کارهای شایسته، به کارهایی که خداوند گفته راهنمایی کنند و الگو و اسوه هم باشند. ولی در این مسیر همیشه به گاه و بیگاه از طرف مردم اون دوره، مردم زمان پیامبران، همونجوری که کتابتون در بحث گفته بود، به دو دسته تقسیم می‌شدن. یه گروهی بودن که دعوت پیامبران، البته گروه کمی بودن، گروه اندکی بودن که دعوت پیامبران می‌پذیرفتند و به رسالت پیامبران ایمان می‌آوردن و با پیامبران همراه و همگام می‌شدن. ولی عده دیگه بودن که دعوت پیامبران رو نمی‌پذیرفتند، رسالت پیامبران رو نمی‌پذیرفتند، بلکه بعد پیامبر زمان خودشون رو مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند و کسانی را که هم دعوت پیامبران رو می‌پذیرفتند اونا هم از این آزار و اذیت بی‌نصیب نبودن، اینا هم مورد ضرب و شتم قرار میدادن، گاهن اینا را از بین میبردن و راضی نبودن که کسی دعوت پیامبران را بپذیرد. خب ما مسلمان ها اعتقاد داریم که آخرین پیامبر که خداوند فرستاده برای دعوت مردم به سوی حق، به سوی کارهای نیک، به سوی کارهای شایسته، به سوی کارهای خوب،
پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله که آخرین پیامبر خداست، کتاب اون قرآن هست و در تعالیم پیامبران قبل از پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه هم مژده داده شده که آخرین پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه است. ایشون که اومده از همون ابتدای ابلاغ رسالت از سوی خداوند به پیامبر، ایشون اومده پیام خدا را به مردم ابلاغ کرده و رسونده، مورد آزار و اذیت قرار گرفته. میدونید که پیامبر کی میدونه که پیامبر چند سال مردم رو دعوت کرد به دین خودش، به دین خدا؟ پیامبر ما منظورمونه حضرت محمد صلی الله علیه و آله چند سال مردم به دین خدا دعوت کرد، به دین اسلام دعوت کرد؟ اشکان نه، بگو 14 سال، 40 سال؟ نه، پیامبر در 40 سالگی به رسالت مبعوث شد، در 40 سالگی به رسالت مبعوث شد در غار حرا. چند سال مردم رو دعوت کرد؟ 20 سال؟ نه، 23 سال. اشکان اکبر زاده، درست، 23 سال پیامبر، 23 سال مردم رو به رسالت دعوت کرد. از این 23 سال 13 سال کجا بود؟ 13 سال در شهر مکه، در شهر مکه. به چند سال مونده؟ 10 سال هم در شهر مدینه. پیامبر 13 سال در شهر مکه مردم رو به دین اسلام دعوت کرد، ولی همونجوری که گفتم عده خیلی کمی دعوت پیامبر رو پذیرفتن و عده زیادی هم دعوت پیامبر رو نپذیرفتن و پیامبر مورد آزار اذیت، هم پیامبر و هم یاران پیامبر رو مورد آزار اذیت قرار داد. بعد از 13 سال پیامبر شبانه از مکه به مدینه هجرت کرد و 10 سال هم در شهر مدینه، که این 10 سالی که پیامبر در شهر مدینه است زمینه بیشتر گسترش دین اسلام فراهم میشه. خب بعد از پیامبر، از اینجا دیگه بحث اصلی ما شروع میشه. بعد از پیامبر، آیا پیامبر که رسالت خودش رو اومده برای مردم عنوان کرده، مردم به دین اسلام دعوت کرده، مردم به دینی که خدا دستور داده دعوت کرده، آیا پیامبر بعد از خودش مردم رو رها میکنه؟ بگید. آفرین. پس پیامبر مردم رو رها نکرده. چیکار کرده؟ پیامبر برای خودش وقتی در سال آخری که در مدینه بوده، یعنی سال 10 هجری، پیامبر وفات میکنه، جانشین رو برای خودش مشخص میکنه. خب جانشین پیامبر حضرت علی علیه السلام هست. خب ما اعتقاد داریم، آفرین در قدیر و خام، آفرین اشکان، که آخرین حج پیامبر هست. بعد از برگشت پیامبر حضرت علی علیه السلام به عنوان جانشین خودش انتخاب میکنه. اگه یادتون باشه باز در سالهای قبل خوندیم که چرا حضرت علی، گفتیم که چون حضرت علی از ابتدای کودکی نزد پیامبر بوده و توسط پیامبر تربیت شده، آموزش دیده که بتونه بعد از پیامبر این رسالت رو به انجام برسونه. خب بعد از پس پیامبر که در سال اواخر سال 10 هجری پیامبر بیعت میکنه، حضرت علی علیه السلام به عنوان جانشین پیامبر انتخاب میشه. خب
امروز که سالهای زیادی و قرنهای زیادی از انتخاب حضرت علی علیه السلام هم گذشته، ما اعتقاد داریم که حضرت علی به ترتیب امام حسن، امام حسین تا امام حسن عسکری به امامت رسیدن و به عنوان جانشین حضرت محمد صلوات الله علیه انتخاب شدن. درسته؟ تا امام حسن عسکری، امام حسن عسکری امام یازدهم ما هست. درسته؟ خب بعد از امام حسن عسکری چه کسی به امامت رسیده؟ بعد از امام حسن عسکری چه کسی به؟ آفرین، حضرت مهدی یا امام مهدی علیه السلام. حضرت مهدی علیه السلام که درس ما امروز به صورت مشخص در مورد حضرت مهدی علیه السلام هستش. خب پیامبر بشارت داده به این که پیامبر در ارتباط با قیام و زمان ظهور حضرت مهدی این بشارت رو، این مژده رو به ما داده که شما رو بشارت داد به مهدی، مردی از خاندان من، در روزگاری که مردم گرفتار اختلاف به تزلزل هستند قیام میکنند به زمین را که از جور و ستم پر شده، از عدل به داد آکنده میکند، پر میکند. این مژده ای است، بشارتی است که پیامبر داده که چنین اتفاقی خواهد افتاد. خب یه سری بحثایی را کتاب رو عنوان کرده. اولیش عقیده اثرگذار یا عقیده مشخص و جامع میتونیم بگیم. عقیده اثرگذار، این عقیده اثرگذار گوش کنید، این عقیده سرگذار که اعتقاد به ظهور و قیام حضرت مهدی داره، به عنوان آخرین امام، چون ما 12 امام داریم، 11 امام که وفات کردن و آخرین اونها حضرت مهدی علیه السلام هست، که ما شیعه ها اعتقاد راسخ داریم که حضرت مهدی علیه السلام در غیبت به سر میبرد و یک روزی همونجوری که پیامبر بشارت داده ظهور خواهد کرد و همه ظلم ها و ستم ها و بیعدالتی ها را از بین خواهد برد و به جای اون عدل، داد و چی؟ عدالت، خوبی، نیکویی را جایگزین خواهد کرد. البته این مژده، این قسمت که آیا فقط در دین ما هست، نه، در تعالیم مسیحی و یهودیت هم چنین پیامی هست که یک روزی یک منجی خواهد آمد، در یعنی تورات و انجیل کتاب یهودی ها و مسیحی ها هم چنین مژده‌ای داده شده که یک روزی یک منجی همه ظلم و ستم ها را در این دنیا از بین خواهد برد و جایگزین خواهد کرد عدل و داد و خوبی و نیکویی و با هم بودن رو و در صلح و صفا مردم در کنار هم دیگه زندگی خواهد کرد. خب این یک عقیده اثرگذار هست که ما به خصوص ما شیعه ها، مسلمانان شیعه، بهش اعتقاد راسخ و یقین داریم که چنین اتفاقی خواهد افتاد. دومین بحثی که کتابتون مطرح کرده میگه که حضرت مهدی چگونه نزدیک به 12 قرن حضرت مهدی
دوازده قرن تقریبا دوازده قرن یعنی بیش از 1200 سال، درسته؟ 1200 سال عمر کرده، زندگی کرده، درسته؟ میگه که آیا این اتفاق شدنی هست؟ میشه اصلا؟ حالا این که همون جوری که کتابتون گفته عمر طولانی یک چیز غیر ممکن نیست که اتفاق میفته. آفرین جمالی. همون جوری که در قرآن هم ذکر شده که حضرت نوح 950 سال عمر نکرده، 950 سال مردم رو به دین خودش که رسالت خودش بوده، فرمان خدا بوده، 950 سال مردم رو دعوت کرده. پس اگه حضرت نوح 950 سال مردم رو دعوت کرده، ممکنه بعدش هم عمر زیادتری هم بلند قبلش هم داشته و مدت خیلی بیشتری بعد زنده بوده و از نظر علمی هم ثابت شده است. از نظر علمی هم ثابت شده کسانی که مسائل بهداشتی، کسانی که مسائلی که پزشکان میگن رعایت کنن، اون رو بیشتری خواهند داشت. مثل این است که بقولا ما مسائل بهداشتی و مسائلی که پزشکان میگن، مسائلی که در ارتباط با سلامت خودمون هست رعایت نکنیم، خب یک عمر کوتاه خواهیم داشت. ولی اگه اینا رو رعایت کنیم قطعا یک عمر طولانی‌تری خواهیم داشت. ولی نمونه بارزی که کتابتون عنوان کرده همون در مورد حضرت نوح علیه السلام است که 950 سال مردم دوره خودشو، مردم زمان خودشو به دین خدا، به فرمانی که خدا بهش داده بوده، دستوری که خدا بهش داده بوده، مردم رو دعوت کرده. یک سخنی هم از امام حسن علیه السلام هست که پایان همین بحث آورده که میگه که امام حسن علیه السلام، نه اون جریانش فرق میکنه، امیر اصحاب کهف جریانش فرق میکنه با این جریان. حالا اگه یه روز فرصت شد این جریان اصحاب کهف هم با هم دیگه مرور میکنه. امام حسن علیه السلام میفرماد که خداوند عمر او را، منظور حضرت مهدی هست، امام زمان هست، خداوند عمر او را در دوران غیبتش طولانی میگرداند. سبس به قدرت خدا او را که در چهره جوانی کمتر از 40 سال آشکار می سازد تا مردم دریابند که خداوند نسبت به هر کاری تواناست. پس اینجا طبق سخن امام حسن علیه السلام، امام زمان هنگام ظهور چند سال داره؟ الان گفتم ما کی خوب دقت کرد طبق صحبت، الان گفتم 40 سال. آفرین اشکان، آفرین اشکان، 40 سال. آفرین کیارش، آفرین پرمیان، آفرین علی، آفرین. پس امام زمان هنگام ظهور، آفرین، درست، درست، آفرین همتون، آفرین همتون، آفرین عباس فازنچی، آفرین همتون. پس طبق فرمودی امام حسن علیه السلام، امام زمان هنگام ظهور کمتر از 40 سال، یک جوان 40 ساله هست که ظهور میکنه. پس اگه خوب دقت کنید، خوب گوش کنید سر کلاس، خیلی از نکات رو همینجا میگیم، بعد هم به سوالات رو براتون میفرستیم، سوالی مدت میفرستیم، سوالات پایانی میفرستیم. درس ما خیلی راحت است و همه تونم نمره، حتما نمره خیلی خوب که میگیرید. ملاک ما البته 20 نیست، ولی همه تون چون دانش آموزه خوب هستید، خوب گوش میکنید، خوب دقت میکنید، حتما همه تون نمره 20 رو میگیرید. خب بحث بعدی که کتابتون مطرح کرده، گفته که امام زمان چه موقع؟ امام زمان چه موقع ظهور خواهد کرد؟ چه موقع ظهور؟ امام زمان چه موقع ظهور خواهد کرد؟ گاهن شنیدید که اشکان نه، اشکان نه،
هر که بیماره اصلا بره بده، اصلا بره بده، آخرین بار باشه، خودت میدونی اصلا بره بده. خب پس این سوال رو با هم دیگه مرور میکنیم. گفته که حضرت معدی چه زمانی قیام میکنه، چه زمانی ظهور میکنه. گاهی شنیدیم که در شهرهای مختلف، در کشورهای مختلف یک کسانی میان ادعا میکنن که کی هستن؟ امام زمان هستن. ادعا میکنن که امام زمان هستن و ظهور کردن و مردم رو دعوت میکنن. ریا این که یه عده میگن جهان همه جنگ باشه، ظلم باشه، ستم باشه، بی‌عدالتی باشه، نمیدونم مردم در فشار باشن، این اتفاقات بیفته امام زمان ظهور خواهد کرد. ولی اون چه که مشخص هست، اون چه که مشخص هست، اون چه که مشخص هست، یا یه عدیب باز دوباره میان ادعا میکنم که مثلا امام زمان 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، یک روز دیگه، یک هفته دیگه مثلا میگن امام زمان ظهور خواهد کرد. اون چه که مشخص هست زمان دقیق ظهور حضرت معدی مشخص نیست. در احادیثی و روایاتی که از پیامبر به ائمه رسیده، هیچ وقت زمان دقیق اون مشخص نشده و آره هیچ وقت کتاب اون رو تاکید کرده، هیچ وقت زمان دقیق اون مشخص نشده. اما مهمترین شرطی که اینو یادتون باشه، مهمترین شرطی که برای ظهور امام زمان هست آمادگی کی هست؟ آمادگی خداوند هستن؟ خداوند مردم ما مردم هستیم. آمادگی مردم هست، آمادگی مردم هست که بایستی با قیام امام زمان، همراه باشد. یعنی وقتی که میگه مردم آمادگی داشته باشن یعنی چی باشن؟ یعنی امام زمان به دنبال چی هست؟ چی میخواد؟ ها؟ یار میخواد یا دشمن میخواد امام زمان؟ ها؟ یاران با وفا. آفرین امام زمان یاران با وفا که تا پای جان در برابر ظلم و ستم با امام زمان بجنگن و همراه و همگام باشه. خب یاران با وفا آفرین. خب بحث بعدی که کتابتون مطرح کرده اینی که میگه که بحث بعدی کتابتون مطرح کرده گفته که آیا هنگام یا آیا این پرسش که آیا وقتی که امام زمان قیام میکنه بیشتر مردم آیا در هنگام قیام امام زمان عجل الله بیشتر مردم کشته می شوند؟ آیا بیشتر مردم کشته می شوند در هنگام قیام؟ وقتی امام زمان قیام می کنه، ظهور می کنه، آیا بیشتر مردم کشته می شوند؟ خب بگید نه. خب حالا گوش کنید، اگه یادتون باشه آریون میگه فقط گناهکاران. آفرین. خب حالا گوش کنید تا تکمیلش کنید، دیگه صحبت نکنید.
اگه یادتون باشه همین الان درس قبلی رو مرور کردیم، گفتیم که وقتی پیامبران مردم رو به دین خودشون دعوت میکنن، مردم به چند دسته تقسیم میشن؟ مردم به چند دسته تقسیم میشدن؟ چند دسته؟ دو دسته. آفرین اشکان، آفرین علی، آفرین امین، آفرین آفرین. مردم به دو دسته تقسیم میشدن. کیا و کیا؟ مردم کیا و کیا بودن؟ این دو دسته کیا بودن؟ بگید؟ بگید شما بگید مردم این دو دسته کیا بودن؟ آفرین آفرین. شکلش همین میشه، کسانی که با امامان بودن به کسانی که با پیامبران بودن به کسانی که پیامبران قبول نداشتن، کسانی که به دعوت پیامبران پاسخ و مثبت میدادن به کسانی که بر علیه پیامبران میشدن. آفرین. حالا زمان ایمن همینجور بوده، زمان حضرت علی تا امام حسن هم که گفتیم همینجور بوده، زمان حضرت مهدی علیه السلام هم که وقتی قیام میکنه مردم همین گونه هستن. پس اینجا مردم چند دسته میشن؟ دو دسته. ادهی که پذیرش امام مهدی علیه السلام را پذیرش میکنن، میپذیرن و با امام زمان چی میشن؟ چی میشن؟ همراه و همگاه میشن. و ادهی هم همراه و همراه نمیشن، نمیپذیرند عدم پذیرش، نمیپذیرند دستور امام زمان. وقتی امام زمان قیام میکنه بر علیه امام زمان میشن، نمیپذیرند. ولی امام زمان علیه السلام با کسانی که با امام زمان همراه بودن، باش همگام شدن، باش همگام شدن و پذیرفتن، همه کسانی را که همه کسانی را که دعوت امام زمان را پذیرفتن و برای امام زمان جنگ میکنن، همه اونا چی میشن؟ از بین میرن. به صلح، به خوبی، نیکویی و آرامش حکمفرما خواهد شد. پس اینی که آیا بیشتر مردم کشته میشن، میگیم که واقعیت اینه که ظلم و ستم هست. وقتی امام زمان قیام میکنه عده‌ای میپذیرند و عده‌ای نمیپذیرند امام زمانو، عده‌ای همراه میشوند و عده‌ای همراه نمیشن، عده‌ای یاران با وفای امام میشن تا پای جانشون، به عده‌ای بر علیه امام زمان میشن و با امام زمان میجنگن. ولی امام زمان با یاران همیشه همراه خودش که همه انسان‌ها میتونن باشن، انسان‌هایی که آمادگی خودشون رو ثابت کرده باشن. آمادگی خودشون چجوری میتونن ثابت کنن؟ با چی؟ با عمل خودشون، با کردار خودشون میتونن همراه با امام زمان باشن و در حکومتی که امام زمان با کار نیک خودشون آفرین و حکومتی که امام زمان بنیان میذاره همراه و همگام بشن. خب بحث بعد کتابتون میگه که آیا گفتیم که امام زمان همین ظالمان و حاکمان ظالم رو از بین میبره؟ میگه آیا بعد از شکست حاکمان ظالم، آیا بعد از شکست حاکمان ظالم جان پایان میابد؟ آیا بعد از شکست حاکمان ظالم، بعد از اینکه امام زمان با یاران خودش اونا را شکست داد، آفرین جان پایان میابد یا نه؟ آفرین جان پایان نمیابد، بلکه چی میشه؟ سالهای سال امام زمان آفرین ادامه داره. سالهای سال امام زمان چیکار میکنه؟ به عنوان حاکم جامعه اسلامی، به عنوان امام جامعه اسلامی ادامه پیدا میکنه. اگه قرار بود که اصلا بلا فاصله بعد از ظهور امام زمان و از بین رفتن ظالمان که جان پایان
پیدا بکنه که چه سودی برای مردمی که منتظر امام زمان بودن داشت. پس امام زمان ظهور میکنه با یاران با وفای خودش ظلم و ستم رو از بین میبره و حکومتش هم امام زمان بعد از قیام که مستقر میشن ثبات پیدا میکنن سالهای سال ادامه پیدا خواهد کرد و مردم در صلح و صفا و آرامش و خوبی در کنار همدیگه زندگی خواهند کرد. خب بحث بعدی گفته که آیا اشاره هم کردیم و قولن در بحث های قبلی گفتیم چی؟ بیم اشاره کردیم. میگه گفته که آیا ممکنه ما هم شما هم هر کدوم از انسان ها هر کسی ممکن است؟ هر کسی ممکن است؟ جزء آیا هر کسی ممکن است جزء یاران امام زمان باشد؟ آیا هر کسی ممکنه؟ آفرین. هر کسی میتونه جزء یاران امام زمان باشه. چجوری میتونه؟ چجوری میتونه هر کسی جزء یاران امام زمان باشه؟ نوشادی میگه کار نیک، کارهای شایسته. آفرین. دیگه کارهای خوب، عمل شایسته. آفرین. پیروی از دستورات خدا. آفرین. انجام واجبات دینی. آفرین. همه چیزهایی که گفتید آفرین. همه چیزهایی که گفتید درسته. یعنی هر کسی ممکن است که جزء یاران امام زمان باشه. هر کسی میتونه جزء یاران امام زمان باشه به شرط اینکه چی باشه؟ در عمل به کردار واجبات دینی رو کمون عمل به دستورات خداوند هست رو به نقل احسن انجام بده، رضایت و خوشنودی خداوند رو آفرین با خودش همراه داشته باشد. خب اینم این و کلام و قسمت پایانی این درس بود. منتظران واقعی. حالا باید بحثایی که کردیم میگه منتظران واقعی چه کسانی هستن و چه کسانی میتونن به واقع به صورت درست حسابی و به صورت واقعی منتظر ظهور امام زمان باشه. این انتظار را پیامبر ما که آخرین پیامبر هم هست اینجور برای ما معرفی کرده. پیامبر صلوات الله علیه فرموده که از بهترین کارهای امت من انتظار است، یعنی منتظر ظهور حضرت مهدی بودن بهترین کار است. به امام رضا علیه السلام چند تا چیز رو به عنوان تعریف منتظران واقعی و وظایف منتظران واقعی ذکر کرده که یک منتظر واقعی امام زمان چه خصوصیت هایی باید داشته باشه، چه کارهایی باید انجام بده. یک گفته صبور بودن، صبر داشتن، خوش رفتاری، همسایه داری، ترویج کارهای نیک. یعنی چیکار کنه؟ خودش که کارهای نیک انجام میده دیگران را هم به کارهای نیک دعوت کنه. خودداری از آزار و اذیت دیگران، سالم زندگی بکنه، هم خودش سالم زندگی کنه و به دیگران هم هیچ آسیبی نرسونه. گشاده رویی با مردم، گشاده رو باشه و به گشاده رویی سخن بگه. خیرخواهی و مهربانی با مؤمنان.
این خصوصیاتی هست که امام رضا علیه السلام ذکر کرده به عنوان خصوصیات یک منتظر واقعی که معمولا بچه ها تو نوبت اولتون هم ممکنه از این سال از این درس که سال هم حتما میاد حالا بعدا سال ها داره تو میگم دیگه الان نمیخواد بنویسید ممکنه که این سال هم براتون بیاد در نوبت حتی اول. خب این چکیده از درس اولتون که اگه بازم موردی و مشکلی بود بعدا در گروه که دارید با هم دیگه صحبت میکنیم. خب یه دو دقیقه استراحت بکنیم الان. دو دقیقه استراحت بکنیم تا دو دقیقه استراحت کنید الان بهتون میگم چیکار کنید. مثلا چیه؟ اینه که مصفت گرفتن اسمشون رو بگیم؟ خب اینه که جواب دادن که مشخص بود که کامل جواب دادن که جز یه دو سه نفر که هیچ جواب ندادن بقیه کامل جواب ندادن ولی بیشترش جواب دادن. حالا اینه که این جلسه هم کامل جواب هم ندادن شما رو کسایی هم که هیچ هم جواب ندادن ما این جلسه براشون منفی نمیذاریم ولی جلسه بعد که سوال کنیم دیگه حتما براشون برید همه چی چون مثبت چه منفی کامل میذاریم. خب کسانی که جواب دادن خب اومدیم کیا هستن؟ خب حالا دقت بکنید بچه‌ها. پس گوش کنید تا چی میگید؟ جواب که میدم برای چی جواب دادم؟ تا چی گفتید؟ اگه ما این کار رو را کنیم ولی یادمون بزرگی ها کردیم آره بزرگی ها کردیم اول ساعت بزرگی ها کردیم. هایی کیا آمدن؟ امیرحسین حافظ خو خب غیبر که نیمن خواجه حسام خواجه خواجه هم غیبر دیگه آریا روستا تأخیر داشتی ها
حواست باشه دیگه آخرین بار باشه. خب فروغی امیرحسین، امیرحسین فروغی، فروغی امیرحسین، فروغی خب مشتبی، مشتبی گوشاوست جمع کنم قیبت دادیم خادمچین عباس، عباس لباس باشید دیگه قیبت به تحقیل ممنون. زاره ورفز، زاره، زاره خب قیبت شکیبایی، شکیبایی، شکیبایی تأخیر داشتیم. هوشیار، هوشیار، هوشیارم غیبا. خب حالا کی میتونه، کی میتونه جواب بده؟ درسی که الان گفتیم کی میتونه خوب جواب بده؟ با هم مرور کنیم. نوشادی، نوشادی ببینم، نوشادی از سر نوشادی میگه، نوشادی، نوشادی اثر گذارترین نوشادی. آره فهمیدم، فهمید آزاری زدم. نوشادی رو ببینم اثرگذارترین عقیده شیعه چی است؟ یا یکی از اثرگذارترین عقیده شیعه که در این درس با هم دیگه مرور کردن چی بود؟ نوشادی، نوشادی نوشادی میگه بگو، بگو نه نوشادی میگه زاکری بگو، زاکری، زاکری از سوال نکردم جواب بدی ها، دیگه از سوال نکردم. سالی، علی، علی سالی، نه زاکری نه، سالی بگو، علی، علی سالی، علی بگو بینم امام حسن علیه السلام فرمود که امام زمان هنگام ظهور چند ساله است؟ فقط سالش رو ما بگو، عدد بگو. علی بگو بینم 40 سال، زیر 40 سال، آفرین علی صالحی. خب ابراهیمی، 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 آفرین ابراهیمی بگو بینم پیامبر، پیامبر فرمود گوش کن بهترین کار امت من یا از بهترین کارهای امت من چی هست؟ پیامبر فرمود که از بهترین کارهای امت من چی هست؟ در هنگام غیبت که الان مثلا ما هستیم، پیامبر فرمود بهترین کار خب ظهور امام زمان هست، کار امتش، بهترین کار امتش گفتی چیه؟ امت من یعنی مسلمان ها بهترین کاری که بایستی انجام بدن با امان چی باشن؟
نه امین خودش میگه ما آدمی بگو نه آقا نه منتظر آفرین منتظر باشن منتظران واقعی باشن خب جمالی جمالی بگو بینم امیر امیر بگو بینم امیر به گفته امام رضا منتظران واقعی چون ویژگی هایی داره باید داشته باشن دو تا سه داشته بگو دوستا از ویژگی هایی که منتظران واقعی بایستی داشته باشن باید چی کارهایی انجام بدن بگو آفرین خوش رفتار با همسایه صبور بودن کارهای نیک انجام داده آفرین خب بچه گوش کنید دیگه آفرین گوش کنید خب بچه این نقص رو هم تموم شد سوالات متن و پایانی درس رو یعنی همه سوالات رو اینه که بقولن چه مرد چه پایانی برامو میفرستن امروز تا فردا هر سوالی مشکل داشتی پیام بدید با همدیگه جوابش رو پیدا میکنیم و مشخص میکنیم که برامو مرور هم بشه حالا برای امتحان کنیم یا هفته آینده یا هفته بعدش با همدیگه تو گروه برامو مشخص میکنیم که امتحان رو میگیریم دو تا درس امتحان میگیریم که درس ها را خیلی خوب بتونید بخونید و امتحان بدید خب دوستاتونم که غیبت دارن بهشون بگید که دیگه غیبت نداشته باشن سر کلاس باشن سر جلسه امتحان باشن و مرتب و منظم در کلاس باشن تا هفته بعد خداحافظ برید به سلامت خسته نباشید شما هم خسته نباشید خداحافظ خسته نباشید خدا حافظ